سلام، به صفحه ایدو خوش آمدید. در برنامه امشب در دو بخش به تحولات روز ایران میپردازیم که البته به هم مربوطن. در بخش دوم برنامه درباره پرونده مصطفی صالحی میپرسیم چرا حکومت جمهوری اسلامی اصرار به اعدام دارد در حالی که کمپین های جدی علیه اعدام به راه افتاده. در بخش اول اما نگاهی به اعتصاب های متعدد کارگری در روزها و هفته های اخیر. کارگران پالایشگاه های آبادان، پارسیان و قشم همراه با کارگران شرکت پتروشیمی لامرد و کارگران دست کم دو فاز پارس جنوبی این هفته در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود اعتصاب و تجمع کردند. اتفاق غیر معمول چرا که پالایشگاه ها معمولا وضع مالی بدی ندارند و حقوق ها به تعویق نمی افتد. اینها را اضافه کنید به اعتراضات کارگران هفت تپه که هفته هاست ادامه پیدا کرده و همزمان هم شده با دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی امید اسدبیگی، مدیر عامل کارخانه نشکر هفت تپه به اتهام پرداخت رشوه و تخلفات ارزی. کارگران میگویند اسدبیگی حقوق آنها را وجه المصالحه با قوه قضاییه در جریان دادگاهش کرده. تحول جالبتر حالا ورود نمایندگان اصولگرای مجلس برای رسیدگی به ماجراست. مهرداد بصرپاش رئیس جدید دیوان محاسبات که انتخاب خودش هم با جنجال زیادی همراه بود میگوید هفت تپه را در صدر لیستش قرار داده. چه اتفاقی در فضای کارگری ایران میافتد و تاثیرش بر کل اعتراضات چیست؟ در برنامه امروز سه میهمان داریم. میثم آل مهدی، فعال کارگری و از سازمان دهندگان اعتراضات کارگران فولاد اهواز و عضو مجمع عمومی آن از آتن با ماست. بهرنگ زندی، روزنامه نگار حوزه کارگری از سیاتل. و روزبه بلهری، خبرنگار و تهیه کننده برنامه کارنامه در رادیو فردا از پراگ. خوش آمد میگم به هر سه شما. آقای بلهری، شما سال هاست که خیلی به دقت و از نزدیک تحولات کارگری ایران رو دنبال میکنید. این دفعه چه فرقی با دفعات گذشته داره؟ سلام خانم قاضی‌زاده، شنوندگان گرام، بینندگان گرامی و همچنین شرکت کنندگان در این برنامه. خب فرقی که این اعتصاب‌ها داره نسبت به اعتصاب‌های گذشته میتونم بگم که خب یکی از ویژگی‌هاش فرامنطقه‌ای بودن اون هست. شاهد هستیم که دست کم در 5 استان این اعتصاب‌ها صورت گرفته و اون رو هم به صورت همزمان از روز شنبه شروع شد، چیزی که در گذشته ما نداشتیم. البته بله بوده که مثلا در دشت آزادگان چند روز پیش، همون پالایشگاه آبادان باز همون زمان، یعنی حدود 1-2 هفته پیش کارگران پیمانکاریش اعتراض کردند، اما اینها همیشه یک دونه یا دو دونه همراه با هم بوده. بهترین مثالی که در این زمینه میشه زد اعتراض همزمان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هست و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز که آقای آل مهدی هم هستند. اینها دو همزمان با هم بودند، اما هیچگاه اعتصاب چنین گسترده‌ای رو ما نداشتیم، به ویژه در صنعت نفت که به هر حال مشکلی که وجود داره اینی که کارگرانش در چند شرکت پیمانکاری پخش شدند، امکان هماهنگی وجود نداره و خب کارفرماها هم از این قضیه استفاده میکنن، ضمنی که حراست هم در این پالایشگاه ها با قوت حضور داره، همینطور که گزارش هایی هم وجود داشت که در همین چند روز اخیر حراست تهدید کرد شرکت کنندگان در اعتصاب رو، از جمله مثلا در پالایشگاه کن. این قضیه تهدید و ارعاب چیز جدیدی نیست. آقای آل مهدی از نزدیک و با خودشون در واقع این رو احساس کردن. آقای آل مهدی، چقدر سخت هست سازماندهی چنین اعتراضاتی؟ شما خودتون همونطور که گفتم در فولاد اهواز این کارو کردید. با سلام خدمت شما و میهمانان عزیزتون و همچنین بینندگانتون. بله درسته، این وضع ایجاد رعب و ترس میان کارگران به خصوص توی شرکت هایی که حالا تحرک توی اونها بیشتر میشه ایجاد میشه. به خصوص به میهمان عزیزتون به مسئله حراست اشاره کردن، حراست های شرکت های تقریبا شرکت های صنعتی و غیر صنعتی تماما زیر نظر مستقیم نیروهای امنیتی هستند و اون قسمت از تمام شرکت ها در خدمت نیروهای امنیتی هستند و شرکت ها را تبدیل به، بعضی وقتا تبدیل حتی به پادگان ها می کنند در شرکت هایی که وضعیت
احترازی در درون اونها بیشتر است. اما در مورد مسئله‌ای که شما اشاره کردین و گفتین که شرکت نفت وضعیت کارگراش، یعنی وضعیت دستمزدی کارگراش وضعیت خوبیه، در اصل باید ما این مسئله رو مد نظرمون داشته باشیم. وضعیت نابسامان کارگران شرکت نفت، کارگران روزمزدی که تعداد بسیار زیادی اونجا هستن، و لازم به اشارهش اینجا به شما بگم و برای تمام بینندگان که اونجا خیلی از شرکت‌های خارجی که اغلب شرکت‌های چینی هستن، یعنی 100% چینی هستن، این شرکت‌ها رو می‌گیرن و بعد خود سپاه به شکل مافیایی میاد دوباره از اونها پیمانکاری می‌گیره و درخواست نیرو می‌کنه و نیرو رو ثبت نام می‌کنه و بر حسب بسیار کمی حقوق به این کارگران میدن. یعنی شما امروز اگر یک نگاهی به احتراز کارگران اصلوی نگاه بکنید، وضعیت لباس کارگران اگر توجه کنید، اصلا یونیفرم کار ندارن. این کارگران یونیفرم کار ندارن، به شکل روزمزد حتی در خانه های تیمی آنها نگهداری میشن یا اسکان داده میشن، باز هم به توسط سپاه و یک مافیای چرخشی در برای وضعیت کارگران و اسکان اونها. و وضعیت کارگران روزمزد شرکت نفت بسیار بسیار وضعیت بد و نابسامان. این قضیه پیمانکاری مسئله جالبیه، برای اینکه به نظر میاد که قضیه در واقع محول کردن کار به شرکت‌های دیگه یک مسئله جدی شده در سال‌های گذشته. خیلی هم در دولت‌های مختلف در موردش به قول خودمون پوز هم دادن که در واقع دولت رو داریم کوچیک می‌کنیم، کار رو واگذار می‌کنیم. آقای زندی، تأثیرش در این سال‌ها چی بوده روی وضعیت کارگران؟ من در یک کلام بگم شرکت‌های پیمانکاری فاجعه آفریدن در صنعت نفت، و نمونهش این که خب این موزل فقط به امروز بر نمیگرده. سال 1395 بود عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات یک گزارشی رو تهیه کرد در مورد مسئله حقوقهای نجومی که وزارت نفت در صدر این حقوقهای نجومی قرار گرفته بود. به هر دلیل حقوق مدیران در واقع حقوق مدیران و کارمندان عالی رتبه که این حقوق شامل کارگران نمیشه. بحث ورود شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری به صنعت نفت به دوران آقای زنگنه برمیگرده، دستور اجرایی که در دولت آقای خاتمی داده شد، ولی در دوره آقای احمدی نژاد به طور مجدانه این مسئله شرکت‌های پیمانکاری پیگیری شد. مسئله اینه که اینها در مناقصه‌های شرکت می‌کنن و این مناقصه‌ها رو برنده میشن و وزارت نفت تبدیل به کارفرمای این شرکت‌های پیمانکاری میشه. این شرکت‌های پیمانکاری برای پیشبرد پروژه‌هاشون دست به استخدام کارگران می‌زنن. استخدام این کارگرها در طی قراردادهای موقتی صورت میگیره که خیلی از مزایا و حقوقشون رو میزنه. یعنی الان در پتروشیمی هایی هم که اعتصاب نیست، همین معضل وجود داره که شرکت های پیمانکاری ورود کردن و کارگران حتی پایین تر از حداقل دستمزد تعیین شده توسط وزارت کار حقوق میگیرن. کارگری که روی سکوی نفتی در جزیره سیری کار میکنه و 7 ماه کار میکنه ولی فقط 1 ماه مرخصی داره، ولی حداقل دستمزد رو بگیره، میبینید که چه فاجعه‌ای توسط این شرکت‌های پیمانکاری رخ میده. و همونطوری که میثم آل‌مهدی به درستی اشاره کرد، در مورد وضعیت لباس، در مورد وضعیت غذا، در مورد سایر مزایا هم این شرکت‌های پیمانکاری برای اینکه بتونن سود لازم رو کسب کنن از این مزایاها میزنن. نه از غذا خبریه تو این شرکت ها، نه از لباس خبریه، و نه حتی از مسئله بیمه و حقوقهای به موقع پرداخت شده. باید یادآوری کنیم که این قضیه پیمانکاری یک مسئله سراسری است در تقریبا تمام جاهایی که اینا هستند. این انتقادها وجود داره. مثلا من همین چند وقت پیش یک پادکستی گوش می‌کردم راجع به وضعیت شهرداری و کارگران شهرداری‌ها، که جالب است همین حالا کارگران شهرداری‌ها در خوزستان هم اعتصاب و اعتراض دارن و اونجا هم همین بحث هست که امکانات اولیه برای جمع‌آوری زباله هم به این کارگران داده نمیشه، مثلا جارو و دستکش و این حرفا. ولی بحث مهم این هست که چه کارهایی باید انجام بشه و چه کارهایی انجام میشه. الان آقای بلحری، آقای بزپاش اومده و میگه که ما میخواییم رسیدگی بکنیم. چقدر خوشبینید شما؟
خب من یه نکته رو در مورد شرکت‌های پیمانی بگم که دوستان اشاره کردن، اینکه این شرکت‌های پیمانی الزاماً اون شرکت‌هایی نیستن که وزارت نفت با اونها قرارداد بسته، به خصوص در استان خوزستان شرکت‌های پیمانی دست دوم و دست سوم حتی هستن، یعنی وقتی که به یک شرکت وزارت نفت پیمانکاری میده اون به یک شرکت دیگه میده و اون به یک شرکت دیگه، و به این ترتیب خیلی از حق و حقوق کارگران در این وسط زده میشه و یکی از دلایلی هم که حقوقاشون با تأخیر بسیار به اونها داده میشه یکیش همین موضوع هست. اما در مورد پاسخی که سوالی پرسشی که شما داشتید در مورد اینکه دیوان محاسبات به ریاست مرتضی بزرگواش تا چه حد میتونه این اقدامی که داره میده جدی باشه یا آدم خوشبین باشه، خب تو این چند سالی که شرکت نیشکر هفت‌تپه واگذار شد به بخش خصوصی، یعنی در این 5 سال بارها کارگران حالا به صورت مسالمت آمیز، به صورت تجمع، نامه، به صورت اعتصاب، راهپیمایی خواستشون رو مطرح کردن، اقداماتی که کاملا مسالمت آمیز بوده، اما هر بار حتی قوه قضاییه با اونها برخورد به شدت شدیدی رو داشته. خب در جریان هستیم، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بعد از بازداشت به شدت شکنجه شده بودن، هرچند که بعداً تکذیب کردن، خود همون قوه قضاییه وزارت اطلاعاتی که در شکنجه دست داشت خودشون تکذیب کردن و مجلس و دولت هم گفتن خب تکذیب شد، رد شد، رفت. در این مورد ممکنه، بازم از این لفظ ممکن استفاده میکنم، ممکنه که امتیازی داده بشه، چون الان وعده هایی که در جلسه دیروز نمایندگان مجلس، سازمان تامین اجتماعی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور با نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در تهران برگزار شد، وعده هایی دادن، از جمله که 3 ماه دستمزد کارگران از طریق وزارت کار پرداخت میشه، بیمهشون تا مرداد ماه تمدید خواهد شد، و در مورد خود خصوصی سازی که از در حقیقت مهمترین خواست کارگرا هست در صدر اونها قرار داره، در واقع برگشت شرکت به دولت، دولت با نظارت کارگران و یا و در حقیقت واگذاریش به خود کارگران، چون بارها این موضوع مطرح شده از طرف کارگران که اگر دولت نمیخواد بر عهده بگیره حداقل به شرکت‌های دیگه ای نده. خب الان سرنوشت هپکو رو داریم می‌بینیم، هپکو قرار شده که از دولت داده بشه مثلا به سازمان تامین اجتماعی، خود کانال مستقل کارگران هفت‌تپه هم با این موضوع کارگرانی که در اونجا مطلب میدن، پیام میدن، به شدت مخالفت کردن، میگن یا دولت دست دولت باشه و با نظارت کارگران که مشکلات همون دهه 80 دوباره پیش نیاد که بهانه‌ای شد برای واگذاری این شرکت در سال 94 به بخش خصوصی، و یا اینکه دست خود کارگران باشه. حالا باید دید که این سمت و سو به چه حد خواهد رفت، و در این حال خود کارگران هم اشاره کردن تا زمانی که این بحث خصوصی سازی لغو نشه به اعتصاب خودشون ادامه خواهند. این که به هر حال الان به نظر می اومد که همونطور که شما هم اشاره کردید هر سه آقایون پیش از این با کارگران برخورد جدی و تند شده برای همین اعتراضات، نمونه هاش هم متعدده، الان مدام در رسانه هایی می شنویم، رسانه های بیشتر نزدیک به اصولگرایان، که قرار هست که رسیدگی بکنن. همونطور که گفتم آقای بزرگواش اومده در مورد هفت‌تپه به طور ویژه گفته. آقای آل مهدی، شما وقتی که درگیر این اعتراضات بودید چقدر امید داشتید که مثلا از تهران گروه های سیاسی بتونن کاری برای شما بکنن؟ من اینجا لازم میدونم یه دو اشاره به چند مطلبی بکنم که رفقا اشاره کردن. بحث حقوق های شرکت نفت در این به خاطر تحقیقات میدانی خود من بوده. شما یک کمک جوشکار در نظر بگیریم، با یک جوشکار و پترمن و همینطور ناظران، یعنی 5 نفر در 1 متر در یک فضا ایستادن، از 2 میلیون شروع میشه تا میرسه به 70 میلیون. این وضعیت حقوقی کارگران در شرکت نفت. اما در مورد مسئله شکنجه، در مورد مسئله شکنجه من از جمله کارگرانی بودم که روزی که منو بازداشت کردن در روبروی یک دوربین منو گذاشتن و از من خواستن که حرف بزنم، و چرا این فیلم منتشر شد نشد من نمیدونم. خب به خاطر حالا مسئله قرار بود طراحی سوخته 2 در کار باشه که نشد، اما من خودم به شخص روبروی یک دوربین بودم و روی یک تخته در روبروی من چیز می نویسن و از من می خوان اونها رو تکرار بکنم. سعی می کردم از این چیز، از این صحبت ها در برم که از پشت پرده به من باتری های لودر نشون داد، گفت میتونم اینها رو به شما بس بکنم یا شما خودتون چیزهایی که ما می نویسیم و بگید. اینها شکنجه هستن. بله. اما
در مورد مسئله‌ای که سوالی که کردیم ببخشید من یه خورده عرض می‌کنم سوال من این بود که چقدر امید داشتید که گروه‌های سیاسی از تهران بله. یا این مثلا نمایندگان مجلس که الان اومدن با کارگران هفت تپم جلسه گذاشتن چقدر به اینا امیدوار بودید؟ به صراحت به شما بگم ما یعنی جنبش کارگری کارگران امروز جامعه ایران بعید میدونم دیگه امروز چشم امیدی به این احتراز به این نوع وعده ها دارن. شما امروز توجه بکنید توی هفته میان نمایندگان مجلس میان و محول میکنن به مسئله رو محول میکنن به استاندار که خود صاحب بزرگترین تاریخ در سرکوب هم مردم در اونجا و هم سرکوب های کارگری و اگر من الان اینو جلو به شما بگم و از همین الان بگم اگر بحث به استاندار رسید یعنی اینکه یا با استاندار میشینی یا این استاندار شما رو سرکوب میکنه و نیروهاش هم نیروهای سرکوبگری هن و خود استاندار نقش اصلی رو در سرکوب جنبش کارگری در اهواز داره. بله. من دیشب و امروز داشتم با افرادی در تهران در واقع جاهای مختلف در خوزستان هم صحبت میکردم راجع به این همین قضایا و یک کلمه که میگفتن کارگرها ازش بیزارن کلمه پیگیریه برای اینکه همه دائم میان میگن ما در حال پیگیری هستیم. اتفاقا اومدم امروز خبرها رو جستجو کردم در جریان جلسه دیروز مجلس هم باز گفتن که نمایندگان در حال پیگیری هستن و خب این روشن هست که خیلی امیدی کارگران میتونن نداشته باشن به این وضعیت. ولی بحث مهمتر این هستش که چقدر کارگران اهرم‌های فشار دارند برای اینکه بخوان حقشون رو مطالبه بکنن. آقای زندی، در همه جای دنیا اتحادیه‌های کارگری اهرم‌های فشار هستن برای حق کارگر. در ایران سال هاست که اینها بهشون در واقع گروه های مستقل اتحادیه مستقل خیلی سخت هست که بتونن جون بگیرن. ما یک اتحادیه هایی داریم که از طرف حکومت همراهی و همکاری شدن و اونها هم قابل اعتماد خیلی از کارگران نیستن. با این فصل فکر میکنید چقدر اهرم فشار دارن کارگران؟ من فقط دو نکته عرض کنم در حتما. یکی در رابطه با صحبت‌های روزبه بلغاری گرامی که درست اشاره کردن در مورد شرکت‌های دست چندم پیمانکاری، یک نمونه شرکت نظم آفرینان ایمان یک شرکت پیمانکاری نیروهای انسانیه که با یک شرکت پیمانکاری دیگه در سپاه و در میدان 19 نفتی هویزه قرارداد داره، جایی که عمران روشنی مقدم خودش رو به دار زد. و در مورد صحبت‌های میثم عالم مهدی درست میگن، یعنی در یک میدان نفتی مشخص کارگران به خاطر اینکه این قانون خدمات کشوری و طبقه بندی مشاغل و طرح به هر حال دستمزد برابر به کارگران پرداخت نمیشه، یه جور شکاف رو در بین کارگران ایجاد کردن. ولی برگردم به پرسش شما. ببینید، مسئله اینه که در مورد مکانیزم‌های قانونی پارسال و سال گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه تشکیل داد، چندین جلسه تشکیل داد در مورد مسئله شرکت‌های پیمانکاری، فساد این شرکت‌ها و کارشکنی‌هایی که می‌کنند و عدم جوابگویی که به مسئله نهادهای دولتی دارن. هیچ پاسخی نگرفتن کارگران. فراتر از اون، طرح شکایت از وزارت نفت و شرکت‌های پیمانکاری سال گذشته برنده شد در دادگاه و حتی دیوان عدالت اداری رأی رو به نفع کارگران داد و وزارت نفت رو محکوم کرد. ولی الان چه اتفاقی افتاده؟ وقتی که کارگران به شرکت نفت مراجعه میکنن، حالا در شکل اعتراض‌های قانونی یا به هر شکل دیگه ای، وزارت نفت میگه که من این پول رو به این شرکت‌های پیمانکاری پرداخت کردم و من دیگه مسئول نیستم. یعنی نهایت کاری که کردن بخشنامه‌ای صادر شده که حقوق‌ها رو پنجم به پنجم هر ماه پرداخت کنن. کارگران پتروشیمی و نفت در ایران جدای از سابقه طولانی شوراهای کارگری و تشکل‌های کارگری که در این بخش از صنعت ایران هست، امروز تشکلی ندارن و وجه متمایز این اتفاقات که روزبه بلحری در مقالش در رادیو فردا اشاره کرد اینه که برای اولین بار در 40 سال گذشته ما اعتراضی رو میبینیم که فراتر از تشکل‌های موجود دولتی اتفاق میفته و این اتفاقیه که اعتراضات کارگران پتروشیمی و نفت رو متفاوت میکنه. یک مسئله دیگه که به نظرم سوال برانگیزه آقای بلحری اینه که یه زمانی اون کارفرمای اصلی دولت بود تو همه کارخانه ها و
به نظر منطقی میرسید که نگران اتحادیه های کارگری باشه، نگران قدرت گرفتنش باشه. الان که اینها رو داره خصوصی میکنه اغلب این شرکت ها رو، یا به قول شما پیمانکاران کار رو میگیرن، چرا هنوز هم دولت و حکومت اینقدر نگران این تشکل هاست؟ ابتدا بگم که چنین نبوده که دولت با وجود تشغل‌ها مسئله‌ای نداشته باشه. اتفاقا مسئله داشته. شما نگاه کنید مثلا الان شرکت ایران خودرو، شرکت بسیار بزرگ با هزاران کارگر، هنوز بعد از تصویب قانون کار در سال 69، اگر اشتباه نکرده باشم تاریخ تصویبش رو، تا الان شورای اسلامی کار نداره که در همین قانون به رسمیت شناخته شده. متوجهم. جناب بلحری، همین رو میگم اگر که دولت خودش کارفرماست، طبیعیه که نگرانه که کارگران قدرت بگیرن و بخوان جلوش بایستن. اما اگر خصوصی سازی میکنه، چرا هنوز باز هم نگرانه که مثلا کارگر حقش رو از یک شرکت خصوصی بگیره؟ وقتی که حکومت میاد اعتصاب رو ممنوع میکنه، تشکل‌یابی مستقل رو ممنوع میکنه، به رغم اینکه به هر حال سازمان بین‌المللی کار به اون تاکید داره، خب میشه گفتش که به خاطر اینکه جنبش کارگری یا کارگران میلیون ها تن در ایران هستند و خب تاثیرگذاریشون از طریق تشکیل اتحادیه ها بسیار میتونه مهم باشه. نمونه مهمش رو سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه بود. در نیمه دهه 80 اعتصاب کردن، اعتصاب کاملا صنفی. برخوردی که حکومت کرد وحشتناک بود، یعنی بازداشت ده نفر، بله قلقم کرد و بعد به شدت از اون موقع این سندیکا تحت فشار قرار داره. یا خود سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، از اون موقع که این سندیکا به وجود اومد مدام تحت فشار بود. حتی مجمع نمایندگانی هم که در شرکت نیشکر هفت‌تپه به وجود اومد یا در گروه ملی صنعتی پولاد ایران به وجود اومد، شما می‌بینید همین برخورد شد با تشکل‌های مستقل. به خاطر اینکه اگر توجه بکنیم بعد از به وجود اومدن سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، موجی در خوزستان ایجاد شد. یعنی در حقیقت برای از دید حکومت برای کارگران بدآموز شد این سندیکا، برای اینکه بعد از اون ما می‌بینیم در سالیان گذشته مدام بر موج اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری در خوزستان اضافه شده. سال گذشته اعلام نشد، ولی در 2-3 سال گذشته شرکت استان خوزستان بالاترین میزان اعتراض‌های صنفی رو داشت. بله. درست جایی که هم گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود که اعتراض داشتن به خاطر گستردگی و تاثیرگذاریش از لحاظ جمعیت و همینطور خود شرکت نیشکر هفت‌تپه که 5000 کارگر داره. اگر محدود به یک شرکت کوچیک بود، شاید حکومت براش مهم نبود، ولی وقتی که میبینیم در شرکت‌های 5000 نفره، کارخونه‌های چند هزار نفره در هبکو، در عراق، کارگران به صورت مستقل خارج از اون شورای اسلامی کار یا حالا هر چیزی که کانون شورای اسلامی کار یا حتی خانه کارگر میان فعالیت میکنند، حکومت احساس خطر میکنه. گرچه این فعالیت ها تا الان اکثرا صنفی بوده، یعنی از طرف کارگران، ولی حکومت به چشم امنیتی اونو برخورد میکنه و میبینیم که چقدر برخوردهای شدید امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری صورت میگیره. این قضیه مهمی است. در واقع خیلی ها معتقدند که الان فضای سیاسی کشور تحت تأثیر اعتصاب‌های کارگری، اعتصاب‌های معلمان و در واقع اعتراضاتی هست که به این شکل میتونه حکومت رو نگران بکنه. آیه آل مهدی، الان به هر حال شما حتما در تماس هستید با کارگران در خوزستان، در جاهای مختلف هم این وضع هست. چقدر فکر میکنید این اعتراضات به شکل یک اعتراضات سراسری بچه پیدا بکنه، سراسری بشه، با توجه به اینکه به هر حال میدونیم که مسئله معیشتی که مسئله عمومی هست، در همین آبان گذشته اعتراضات معیشتی گسترده‌ای بود که سرکوب گسترده‌ای را هم شاهد بودیم. یه اشاره بکنم به این مطلب که چرا دولت حتی علی رغم این که به بخش خصوصی میده شرکت ها رو، ولی هنوز در روبروی تشکل های مستقل کارگری نیست. حتما. و این جواب داره و جوابی جز این که سرمایه از کارگر و از انسان مهمتره در این سیستم ها. اما در مورد کارگرانی که امروز داریم میبینیم که جنبش کارگری به شکل پراکنده در خیلی از شهرها به احتراز، این کارگر به این نتیجه رسیده که اگر در برابر سرمایه‌داری که اون قدرت سرمایه‌ش رو همیشه اهرم فشار علیه من کارگر به کار میگیره، من هم از کارکشی دست از کارکشیدنم هم اهرم فشاره.
و اهرم فشار من هم احتسابه. همیشه در طول تاریخ جنبش کارگری در تمام دنیا اهرم فشارش بر علیه این نوع سیستم ها احتسابه. و اما چطور میشه اینها و در آینده چطور این احتسابات و این شکل احتسابات گسترده تر و شاید حتی در اتصال با هم دیگه به وجود بیاد؟ شما نگاه بکنید، ما امروز اعتراض هفت‌تپه رو داریم. ما در تاریخ جنبش کارگری و شاید در تاریخ دنیا حتی طبق چیزی که من مطالعه کردم اعتراضاتی به این بلند مدتی نبوده که 50 روز و الان نزدیک 54 روز و قبل از اون در فولاد 40 روز کارگران در خیابان ها بودن، نبود در اصلا. من چیزی گیم این اعتراضات و بلند مدت بودن این اعتراضات یک توازن نیروی ایجاد میکنه که مجبور میکنه دولت رو بیاد به جلو بیاد، که حتی اگر به شکل نمادین بیاد که شکل مذاکرات پیش بکشه. و این تأثیر خودشو میذاره و کم کم میبینید اعتراضات شروع میشه و کارگران دیگه، کارگرانی که از شدت استثمار به صد اومده وضعیت زندگیشون، محترز میشن و میبینید که در ارومیه، بندرعباس، در اصلویه، در جذابه و در تمام مناطق این دیر میشه این جنبش. و روزی هم به امید اون روز هستیم که این جنبش به شکل سراسری در یک اعتراضات منظمی باشه و این بر پایه جنبش شوراهاست و با تشکل‌های مستقل کارگری. آقای زندی، نظر شما در این باره چیه؟ با توجه به اینکه به هر حال وضعیت در واقع این اعتراض کارگران اعتراض صنفی هست، اما گره خوردن مسائل سیاسی مملکت با قضیه معیشت این رو کاملا برای حکومتی که مسئله سیاسی امنیتی کرده. به دو مسئله برمیگرده. من میتونم وضعیت تاریخی امروز ایران رو با دهه 80 در بریتانیا و معدن اعتصاب کارگران و معدن زغال سنگ در بریتانیا مقایسه کنم. درسته. یعنی زمانی که وابستگی اقتصاد سیاسی در بریتانیا در دوران مارگارت تاچر به زغال سنگ قطع شد و به مسئله اعتصاب کارگران اعتنایی نکردند و بعد از مدتی کارگران خسته شدند و این اعتصاب حالت فرسایشی پیدا کرد که از بزرگترین اعتصابات تاریخ بریتانیا بود. امروز در ایران اگر ما به فاصله زمانی سال 88 تا الان نگاه کنیم، وابستگی اقتصاد ایران به مسئله نفت حداقل در اعداد، یعنی اون چیزی که ما در تولید ناخالص داخلی می‌بینیم، بسیار کمتر و کمتر شده. این به معنایی نیست که سر و سامان داده شده اقتصاد، این به معنایی نیست که رونق اقتصادی اتفاق افتاده یا رشد اقتصادی اتفاق افتاده. در جدول تولید ناخالص داخلی در طول 10 سال گذشته به طور میانگین نفت هم و گاز حتی با افزایش قیمت‌هایی که در دوران احمدی نژاد داشت رتبه سوم و گاهن چهارم رو داشته. یعنی ساختمان، صنعت ساختمان به طور مثال در ایران 1/3 نفت و گاز داره درآمد کسب میکنه. به همین دلیل ما میبینیم که خود دولت اقدامات جدی رو در این زمینه انجام نمیده، یعنی بیتوجهی به این مسئله. یعنی اگر این اتفاق به طور مثال در بخش خدمات میافتاد و مثلا کارگران مترو اعتصاب میکردن، اقدامات عملی بیشتری از طرف دولت صورت میگرفت، چون که بخش خدمات چیزی بالای 3000 میلیارد تومان اشغال کرده تولید ناخالص داخلی رو، اگر عدد رو درست بگم. به همین دلیل فراتر از اون، منطق اقتصاد سیاسی در ایران ارزان نگاه داشتن نیروی کاره. یعنی این اصلا ربطی نه به دولت جمهوری اسلامی داره، نه ربطی به دولت پهلوی داره. منطق سرمایه و شکل‌گیری تاریخی اون در ایران اینه که نیروی کار ارزان نگه داشته باشه و نیروی کار ارزان به هر حال سندیکا نداره، اتحادیه نداره و از خیلی از حقوق محرومه. بله، سندیکا ندارن، اتحادیه ندارن، ولی الان میبینیم که روز به روز بیشتر اعتراضات و اعتصابات در واقع متشکل رو میبینیم. آقای بلحری، فکر میکنید فضای مجازی این فضا رو فراهم کرد؟ چه چیزی باعث شده؟ آیا همزمانی چند اتفاقه یا میشه گفت فقط همین که به هر حال هر گوشی میتونه الان راه ارتباطی کارگران در جاهای مختلف کشور باشه؟ میشه به دو موضوع اشاره کرد خانم پازیزاده. من فکر میکنم یکیش وخیمتر شدن مدام اقتصاد ایران هست، یا فشار اقتصادی که بر کارگران و سایر مزدبگیران داره وارد میشه. خب میبینیم به هر حال
سقف گرانی ها و در حقیقت گرانی و افزایش قیمت ها سقفی قائل نیستن برای خودشون و دولت هم در همین زمینه به رغم وعده هایی که میده نقش داره. خب این با توجه مثال میزنم، الان پایه دستمزد کارگران در ایران 1,911,000 تومان هست، یک کارگر متأهل با مزایا 3,000,000 تومانه. این و این در شرایطی که کانون شورای اسلامی کار کشور که یک تشکل دولتیه میگه سبد معیشت ماهانه خانوار تا یکی دو ماه پیش 7,000,000 تومان بود، یعنی همین الان از نصف کارگران کمتر میگیرن. تازه باز دو تا مسئله است، یعنی کارگرانی که چند ماه به چند ماه دستمزد میگیرن ارزش پول دستمزدشون در حقیقت کاسته میشه، و دوم اینکه خیلی از کارگران هستن در کارگاه‌های زیر پله‌ای، موسوم به زیر پله‌ای یا کارگاه‌های کوچیک که حتی قانون کار اونجا رعایت نمیشه و دستمزد حتی از اون 1,911,000 تومان هم کمتره، ممکنه کارگری متأهل باشه و از اون مقدار هم کمتر بگیره. نکته دوم در حقیقت برمیگرده به اینکه من این بود که چه چیزی باعث شده که علی رغم فشاری که روی همه این اتحادیه ها هست باز هم کارگرها همدیگر رو پیدا میکنن، تجمع میکنن، اعتراضات شکل میگیره به این شکل؟ درست. و خب این رو بگم که فضای مجازی نقش خودش رو داره. من اتفاقا یکی دو سال پیش با دوستانی صحبت میکردم در داخل ایران، اشاره میکردن که حالا ممکنه تحلیل اونها و اطلاع اونها غلط باشه یا درست باشه، شاید آقای میثم عالم مهدی بتونن تصحیح بکنن منو یا آقای زندی، بهرنگ زندی عزیز. اینکه میگفتش که جای سندیکا و تشکل ها رو گرفتن، به طوری که مثلا خب اگه تشکل یا سندیکایی میخواد فعالیت کنه با برخورد مواجه میشه، در کانال های تلگرامی راحت‌تر صحبت میکنن، راحت‌تر تجارب رو در میون میگذارن و حتی پیش بینی میکردن که ممکن در صنعت نفت اتفاقی بیفته که خب بعد از 2 سال افتاد. میبینیم این اتفاق افتاده و در دل همین اعتراض ها در این حال و حرکت های کارگری ما میبینیم که فعالان جدیدتری دارن بالاتر میان، فعالانی که مثلا تا 3 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش ما اسمی از اونها نشنیده بودیم. ممکن بود برای کارگران همون واحد آشنا باشن ولی در فضای عمومی آشنا نبودن. مثال خب مثلا آقای اسماعیل بخشی تا قبل از سال 96 واقعا شاید کمتر کسی اسمشون رو شنیده بود در ایران. آقای آل‌مهدی، نظر شما راجع به این صحبت ها چیه؟ بله درسته. الان ما اگر توجه داشته باشیم به یک موضوع، منظم ترین توده های مردمی کارگران هستن، چون ما خواسته و ناخواسته حتی اگر برای تولید سرمایه باشه مجبوریم به کارخانه ها برویم و اونجا دردهای مشترکی که ایجاد میشه و وضعیت بد اقتصادی که به وجود میاد، وضعیت بد ضد کارگری که به وجود میاد، ما را ناخواسته مجبور میکنه که در کنار هم دیگه بیستیم و این در کنار تولید میکنه، خودآگاهی رو تولید میکنه و خصلت مردمی رو ایجاد میکنه، اون عادت مردمی که به دنبال راهکاری برای فرار از این وضعیت یا برای حل وضعیت موجود هست. متشکرم. یه اشاره کوچولی بکنم قبل شما، ممکن آخرین تایم من صحبت من باشه. یک پیام من فقط دارم. یک سال و نیم پیش ما را اخراج کردین، یک سال و نیم پیش ما را آواره کردین، یک سال و نیم پیش ما را شکنجه دادین، اما امروز مثل بذرهایی هستیم که در تمام ایران داریم رشد میکنیم و این گل سرخای ما همه جا رشد میکنه. ممنونم آقای آل‌مهدی، ممنونم آقای بلحری و ممنونم آقای زندی و متشکرم که در این بحث شرکت کردید. اما تنها چند هفته بعد از کمپین اعدام نکنید که به فارسی زبانان در اعتراض به احکام اعدام معترضان در ایران به راه انداختند و جهانی شد، خبر از اعدام مصطفی صالحی رسید که متهم بود در جریان اعتراضات دی 96 یک فرد سپاهی را کشته، اتهامی که او البته نپذیرفته بود. چرا علارغم همه انتقادها و اعتراضات به جمهوری اسلامی کماکان احکام اعدام متعدد صادر و اجرا میشن؟ چرا جمهوری اسلامی از اعدام نمیگذره و ارعاب ناشی از احکام این چنینی آیا میتونه اعتراضات رو خاموش بکنه؟ دو میهمان داریم. مهدی خزعلی فعال سیاسی از تهران با ماست و همینطور رویا برومند فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای خزعلی، چرا جمهوری اسلامی از اعدام نمیگذره به نظر شما؟
متاسفانه صدای آقای خزعلی به ما نمیرسه. آقای خزعلی، من این سوال از خانم برومند میکنم تا همکارانم مشکل شما رو... آها، صدا بس شد، بفرمایید. با سلام خدمت شما بینندگان و میهمان عزیز، عرض کنم من میخوام این قصه اعدام رو به جای اینکه در اندازه های یک حکومت و جمهوری اسلامی ببینیم، این رو بالاتر ببینیم و در اندازه های یک فرهنگ در جامعه از طول تاریخ نگاه کنیم. و الان در جهان که جایگاه اعدام چیست؟ بله، بسیاری ها الان در دنیا دارن تلاش میکنن. یکی از کسانی هم که مخالف اعدام هست بنده هستم، مگر به ضرورت که دیگه یک عنصر خطرناکی باشه که برای جامعه خطرناک باشه و حفظ جان جامعه، سلامت جامعه منوط به اعدام این فرد باشه. من هم مخالفم، اما من میخوام یک مطلب مهمی رو خدمت شما عرض کنم در این برنامه، که اگر میخواهیم اعدام در ایران به خصوص در کشور عزیزمون ریشه کن بشه انشاءالله، این است که این رو تقابل دین و در واقع حقوق بشریش نکنیم. ما میتونیم گام به گام حرکت کنیم، کار حقوقی کنیم، کار فرهنگی کنیم و این اعدام رو به جای اینکه در حالت لج و لجاجت و تقابل کنیم، برسونیم به کارهای فرهنگی. آقای خزعلی، به نظر شما این کمپینی که راه افتاد اعدام نکنید چجوری تقابل بین مذهب و مسئله اعدام نکنید بود؟ چه چیزی در اون به نظر شما اومد که چنین تقابلی ممکنه ایجاد بکنه؟ ببینید، اتفاقا این کمپین یک کمپینی بود که حداقل بخش بزرگیش خواست مردم بود و مردم وجدانشون در بسیاری از اعدام ها، چه سال 67 که آدم هایی که محاکمه هم شده بودن با همین دادگاه هایی که ما رأیشون قبول نداریم اما محکومیتشون تموم شده بود، ولی یک دفعه اعدام شدن، یعنی از سلول در اومدن، از بند در اومدن و به دار آویخته شدن، چه الان که امثال دادگاه های انقلاب که مردم به هیچ عنوان راجع به هیچ کدوم از احکام سیاسی و اعتقادی این دادگاه هایی که در حکم دادن اقناع وجدانی ندارن، ما هم نداریم و قطعا هم حتی اگر یک نفردی هم اینجا مجرم باشه، حتی قاتل باشه، ولی مردم توجیه نمیشن چون قوه قضاییه اعتماد مردم رو از دست داده. اون بحثش کنار، اون حرکت مردمی بود، خیلی هم خوب بود و غیر از حالا قسمت های اونجا هم من مصاحبه کردم، گفتم قسمتی که آقای ترامپ یا اسرائیل حمایت میکنه این به ضرر ماست. اینها میخواهند این سه جوان اعدام شوند، اما ما باید تلاش کنیم که اعدام نشن. راه اعدام نشن این است که ما یک حرکت مدنی سالم انجام بدیم و از آقای رئیس قوه قبولش داریم یا نداریم، فعلا دست اوست، بخواهیم که این قضیه متوقف شه و به حمد الله شد. من میخوام بگم برمیگردیم به این بحث آقای خزعلی، ولی من میخوام از خانم برومند هم این رو بپرسم. آقای خزعلی اشاره کردند به 67، همون روزها هستیم در مرداد ماه، تعداد زیادی از فعالان سیاسی که در زندان بودن اعدام شدند و هنوز این زخم برای بسیاری باز هست و به هر حال دردناک یادآوریش. خانم برومند، چقدر فکر میکنید جمهوری اسلامی نیاز داره به این اعدام ها؟ چرا اعدام میکنه به نظر شما؟ ببینید، جمهوری اسلامی سیاست تنبیهی همیشه داشته و همیشه هم برای ارعاب و ارعابی که تا اندازه ای هم موفق بوده، هم برای ارعاب هم برای پیشگیری اعدام میکنه. یعنی که این کشتار 67، این افرادی که کشته شدن در زمانی که کشته شدن به هیچ وجه خطری برای جمهوری اسلامی نداشتند، اما اگر آزاد می شدند آدم هایی بودند که سر موضع بودند و پشیمان نبودند و بنابراین خطر این که دوباره سازماندهی کنند و دوباره مشغول فعالیت بشن شاید بود، شاید این یکی از دلایلش بود، ولی به هر حال مسئله موضوع و مسئله این فردی که الان اعدام شده کم و بیش باز هم به نظر من قضیه پیشگیریه و اینی که اون کمپین یا حتی میدونیم ما سال هاست الان فعالیم در برای لغو مجازات اعدام و مسئله به هیچ وجه تقابل با اسلام نیست، به خاطر اینکه اصلا نه تخصص فعالای حقوق بشر هست و نه وارد این بحث ما میشیم، ولی اگه قرار بود وارد این بحث هم بشیم فکر نمی کنم که هیچ مذهبی و حتی اسلام هم کشتن بیگناهان رو قبول داشته باشه و مسئله اصلی در دادرسی و در عدالت جمهوری اسلامی این هست که بیگناهان هم کشته میشن و شفافیت نیست و اعتراف به زور هم فکر نمی کنم که
اسلام قبول کنه و خیلی از اعلام هایی که ما شاهدش هستیم تنها شواهد و مدارک اعتراف کسی که زیر شکنجه اعتراف شده و در مورد آقای صالحی هم همینطوره، یعنی که ما دادگاه پشت درهای بسته بوده، ما نمیدونیم، اشاره میشه به مستندات ولی هیچ مستنداتی ارائه نشده، صدای وکیل ایشون شناخته نشده. تنها چیزی که ما شنیدیم از این دادگاه این هست که آقای صالحی میگه که این دوربین ها رو بیارید، شاهد بیارید، ببین من اونجا بودم کشتم یا نه. این اتفاق هم نیفتاده. بنابراین این مسئله به هیچ وجه مسئله کلی اعدام نیست. مسئله اینه که یک معترضی کشته شده و این اعتراضات دیماه و اعتراضات آبان ماه پشت سرش اعتراضاتی بودن که کل سیستم جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردن و حکومت مذهبی رو زیر سوال بردن و به نظر من به این دلیل هست که قوه قضاییه تصمیم داره یه عده‌ای رو از بین ببره به خاطر اینکه یه پیامی بده. آیا خزعلی، آیا شما با این موافقید و اگر که به من بگید که آیا فکر میکنید که این تلاش برای ارعاب کار میکنه؟ آیا معترضی که با دغدغه نون شب میره تو خیابون با اعدام چند نفر ممکنه که اعتراض رو مثلا نکنه، نره تو خیابون؟ ببینید، همیشه در طول تاریخ بشریت به هر حال ارعاب باعث شده که بله ابو عبدالله هم کشته بشه و ابن زیاد با 5 نفر بیاد با همین اعدام و آتش زدن و خونه ها رو غارت کردن اهل کوفه که بیعت کرده بودن بیعت شکستن و خیلی موارد دیگه ما میبینیم ارعاب کار خودش رو میکنه. بنابراین ارعاب هست، فرمایش ایشون هم 100% درسته که ما این نحوه دادرسی رو قبول نداریم، دادرسی که پشت درهای بسته باشه، اقرار گرفتن در زندان زیر شکنجه در سلول انفرادی اساساً هیچ ارزشی نداره از نظر حقوقی، اینا رو همه رو قبول داریم. اما یه جمله رو باز ایشون گفتن، حکومت مذهبی، اینجاش همون تعرضیه که ما میخوام بگیم. اگه قرآن هست میگه من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اگه کسی بدون آدم نکشته باشه، فساد ایجاد نکرده باشه در ارض، نه اینکه حالا بخوام یک فساد ساده، نه اون فسادی که قرآن میگه تکلیفش مشخص، محاربه خب مسئله همینه آقای خزعلی. الان این کسانی که حکم اعدام میگیرن قریب به اتفاقشون احکام محاربه و فساد فلعرض دارن و با این در واقع با این توجیه کشته میشن. همین، ببینید من میخوام همین رو عرض کنم که این توجیهی که اینا میکنن از قوانین و از آیات دارن سوء استفاده میکنن. اگه میگیم محاربه، باید طرف قدرت داشته باشه، سلاح بکشه، حمله بکنه و جامعه بترسه، مخافتا للناس، من جرب سیف، سیفشو بکشه، شمشیرو بکشه و جامعه بترسه. اگه ضعیف باشه شمشیر بکشه، بازم محاربه نیست. یعنی ما رو قطاع طریق بود، ما رهزنانی بود که راهو میبستن، غارت میکردن، آدمها رو میکشتن، خب باید مبارزه بشه. یا حکم جنگی است، کسی اومده به جنگ، خب جنگ من جنگه. من معذرت میخوام، میخوام اینو میخوایم باز کنیم که مردم بفهمن. شما میفرمایید که این مسئله حکومت اسلامی نیست، ربطی به اسلامی بودن حکومت نداره. به هر حال حکومت با همین آیات، با همین حرف ها توجیه پیدا میکنه و از همونها تو صدر اون حکم ها هم همین آیات و همین ها رو مینویسه و افراد رو اعدام میکنه. ببینید، این قوانین از 2000 سال پیش از میلاد از قوانین حمورابی بوده، باز همین قصه بوده، راهزنی و زنای با محسنای محسن و سرقت از منزل شاه حکمش اعدام بوده. در زمان هخامنشیان باز همین ها بوده، لواط و تجاوز و حرمت کاخ شاهی رو نگه نمی‌داشتن اعدام بوده. زمان ساسانیان باز همین طور بوده، اگر ضد پادشاه یا حکومت اقدام می‌شد مجازات اعدام با شکنجه بدنی داشت. ببین من دارم از این دفاع میکنم، بدونیم در تمام گذشته خود ایران ما اینها بوده، در همه جای دنیا هم بوده، پس ربطی به اسلام نداره. در یهود همه جرمایی که ما داریم هست، حالا یه چیزایی هم اضافه داره، لعنت کردن پدر و مادر در یهود حکم اعدام داشته، در انجیل حالا ارتداد فقط حکم اعدام داره، ولی در زرتشت تا جایی میرسه که ترک ازدواج حکم اعدام داشته، دفن میت بدون دانستن احکام حکم اعدام داشته، پس ربطی به اسلام نداره. الان ما باید تلاش کنیم قوانینمون رو مترقی کنیم، منطبق با حقوق بشر کنیم و این به شرطی اتفاق میفته که مراقب باشیم. ما اگه میخوام
تلاش مدنی کنیم، اینو جنگ مذهبیش نکنیم، نه به زرتشت اهانت کنیم، نه به مسیحیت، نه به اسلام، حرکت کنیم شدنیه. این احکام احکامی است که واقعا بدون دقت دادگاه‌های ما دقت ندارن. به این جهت من میگم حتی اونی که مستحق اعدامه، آدم کشته، چون دادگاه‌های ما دقت ندارن، همین الان یک پرونده ای هست، یک خانومی همسر یک سردار اطلاعاتی سپاهی بوده که همسرش، حالا به تدریج نمیخوام باز کنم این تیکش مشکل داره، اینو نمیگم، اما این اصلا نکشته، اما به خاطر اینکه فرزندش کشته پدر رو، برای اینکه جور فرزند رو بکشه، گفته من کشتم. همه هم میدونن، اما متاسفانه چون سردار سپاه هست و اطلاعاتی بوده، این زن الان در آستانه اعدامه. ما باید برای همچین زنی کار کنیم که الان بی جهت، حالا اینکه حالا شوهرش فاسد بوده اونو نمیخوام بگم، به هر حال فرزند کشته داره، مادر اعدام میشه. خانم برومن نظرتون راجع به این حرفا چیه؟ باید یکمی با این مسئله روبرو بشیم. بحث بیشتری باشه. اولا که مسئله جنگ مذهبی نیست به هیچ وجه. مسئله این هست که وقتی که و همینطوری که آقای خزعلی گفتن، حتی قصاص هم پیش از اسلام بوده و یکی از فعالیت‌های ما این بوده که یادآوری کنیم که خیلی از این اعدام‌ها و اصلا این مجازات از پیش از اسلام بوده، ولی وقتی که توجیه میشه که قصاص به هیچ وجه نمیشه حذف بشه، برای اینکه اسلامه، ما نمیتونیم، آقای خزعلی از ما انتظار داشته باشید که چیز دیگه ای بگیم. وقتی که شورای نگهبان رو شما نگاه کنید، عکس‌های شورای نگهبان رو، چطور میشه گفت که حکومت مذهبی نیست؟ من کاری ندارم که استفاده میشه از اسلام به خاطر اینکه قدرت گرفته بشه یا به خاطر اینکه ثروت و قدرت و هر دلیلی که افراد دوست دارن حکومت بکنن، اما این توجیه خود مقامات جمهوری اسلامی، برای همین ما چاره نداریم به جز اینکه این رو بشنویم، چون نمیتونیم چیز دیگه ای بشنویم. و اینکه درسته اعدام هست، مال چندین هزار سال پیشه، ولی ما حتی در اولین قانونمون، در اولین قانون جزامون در سال اوایل قرن بیستم، افراد زیر 18 سال رو میگفتن کودک و افراد زیر 18 سال اعدام نمی‌کردند، ولی به بهانه با توجیه اسلام سن بلوغ رو آوردن به 9 سال و 15 سال و افراد زیر 18 سال رو محکوم به اعدام کردن و صدها طفل رو اعدام کردن فقط در دهه اول انقلاب. بنابراین این بحثیه که خود مقامات ایران ایجاد کردن و هیچ راهی هم نیست به جز اینکه، چون خارجی هم که بهشون میگن اعدام، شما تعهدات بین الملل دارید، میگن این اسلام، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خانم برومند، ما این بحث که به هر حال جمهوری اسلامی، حالا خیلی ها مثل آقای خزعلی که خودشون در واقع مسلمان هستند و به قول معروف شرعیات رو قبول دارن، میگن که جمهوری اسلامی حکومت شرعی هم نیست و خیلی از کارها رو در واقع بر اساس شرع انجام نمیده، یا خیلی ها این رو میگن مثل آقای خجلی. ولی الان بحث ما بیشتر این هستش که تأثیر این اعدام ها، چون میبینیم که ظرف همین یک ماه گذشته چند نفر اعدام شدن، اغلب کسانی هستن که در اعتراضات بازداشت شدن ولی اتهامشون اتهام محاربه بوده، حالا به هر دلیلی، به اینها یک گفتن اسلحه داشتن، کسی رو کشتن یا مثلا آتش زدن و غیره. فکر میکنید خانم برومند چقدر تأثیر داره این اعدام ها و احکام اعدام در ترسوندن مردم و خونه نشوندن مردم که ممکنه اعتراض داشته باشن و بخوان به خیابون بیان؟ من فکر میکنم که هم تأثیر داره هم نداره. اصولا در طول 40 سال به هر حال هر کسی که خانواده داره و ایران میره و میاد یا زندگی میکنه، کاملا برای ما روشنه. حتی همکاری با ما، میدونین افرادی هستن اینجا که از عزیزانشون که اعدام شدن به ما اطلاعات نمیدن، چون میترسن که یک وقت برای مادر بزرگشون تو ایران یک مشکلی پیش بیاد. یعنی ترس و ارعاب خیلی زیاد هست. منتها اون کسایی که میان تو خیابون و اعتراض میکنن، اون کسایی هستن که چاره ندارن.
یعنی که مسئله این نیست که بترسن یا نترسن، مسئله این هست که زندگی اینقدر براشون مشکل شده که چاره‌ای نمی‌بینن و راه چاره‌ای نمی‌بینن و راهی نمی‌بینن که زندگیشون رو بهتر کنن یا حتی با مقامات در مورد مسائلشون صحبت کنن، و بنابراین خیابون تنها جاییه که براشون مونده برای اینکه لااقل مشکلشون رو ببرن به افکار عمومی مطلعشون کنن. بنابراین مسئله اینه که بله، ممکنه که یک اعدام حتی هر چقدر هم که غیر عادلانه باشه، یک عده آدم رو از اومدن بیرون منصرف کنه، همونطور که اون صحبتهایی که راجع به تجاوز شد سال 1388 باعث شد که یک عده نذارن بچه هاشون دیگه برن بیرون. اما مسئله الان ایران و مسئله این افرادی که الان در جنوب کشور تو این گرمای تابستان میان بیرون این هست که چاره دیگه ای ندارن، یعنی که بین مرگ و زندگی باید انتخاب کنن، حالا میخواد اعدام باشه یا اینکه از گرسنگی مردن در دراز مدت یا از بیماری مردن. بنابراین این ارعابا فقط کوتاه مدت تاثیرگذار هست تا یه اندازه، اونم نه به اندازه کافی برای اینکه آقایون احساس امنیت بکنن. آیه خزعلی، شما اشاره کردید که به هر حال باید تلاش بشه، تلاش مدنی بشه برای جلوگیری از اعدام. خود شما هم گفتید جزو مخالفان اعدام هستید و تلاش میکنید در این زمینه. چقدر خوشبینید؟ آقای رئیسی خودش متهم هست که عضو هیئت مرگ بوده. چقدر شما خوشبینید که بشه از او کمک گرفت یا او کمکی بکنه به اینکه اعدام صورت نگیره؟ ببینید، همین فضایی که ما از آقای رئیسی که عضو سه نفر امضا کننده سال 67 رسیدیم با آقای رئیسی که این سه نفری که میخوان اعدام بشن رو متوقف میکنه و میپذیرد 477 اعمال بشود، یعنی ما جلو رفتیم. ولی اگر مسیر رو همینطور بریم و با دقت روی مبانی حرکت کنیم و خلط هم نکنیم، یعنی اعتراض مدنی درسته، اما باید بدونیم که جناح حاکم برای اینکه ما رو متهم کنه به خرابکاری، به تخریب، به آتش سوزی و امثال این کارها، ممکنه اصلا نیرو بفرسته، ممکنه خودش بفرسته اولین شیشه رو بشکونه و میکنه، و من با چشمای خودم دیدم که با لباس فرم شیشه ها رو خورد میکردن و شیشه های دفتر من و منزل من رو با لباس فرم سپاه سیدالشهدا خورد کردن. بنابراین من با چشمای خودم دیدم، فیلم گرفتم از داخل منزل و دفتر و همین ها رو دارم. اما میخوام بگم ما باید هوشیار باشیم، در اعتراضات مدنی مراقب باشیم، بدون خشونت، بدون سلاح، بدون شکستن، بدون آتش زدن، و اگر کسی اومد در بین ما یه همچین اعتراضی کرد، فوری نگهش داریم، تحویلش بدیم، بگیم این از ما نیست، از خودتونه، این مال شماست، مال ما نیست. اگر دقیق حرکت کنیم و درست بریم، اون وقت مطالبات جدی خواهیم داشت که این دادگاه ها باید علنی باشه، بایستی وکیل رو بتونن خودشون انتخاب کنن، اینکه شما بخواید وکیل تسخیری به اونها بدید نه، بایستی یک اتحادی ایجاد کنیم، یک کانون وکلای، حالا نه کانون وکلا به معنای اون، یک جمع وکلای آزاده حرکت کنن، مثل حلف الفضولی که پیامبر قبل از اسلام داشت که اگر کسی مظلومی میومد اینها میادن به دادش میرسن، یک حلف الفضولی درست کنیم، اگر مظلومی به زندان افتاد وکلای آماده باشن. بله خطر داره برای این وکلا، پروانهشون باطل میشه، خودشون خیلی از وکلا به زندان رفتن، اما خب ما عزیزانی در زندان داریم از وکلای آزاده، باید بقیه هم آماده باشن، وکلا آماده باشن، جدی بایستیم، بگیم وکیل رو باید ما انتخاب کنیم، نه اینکه دادگاه انتخاب کنه و بعد یک دادگاه فرمایشی و یک حکم اعدام فرمایشی. این مسیر رو باید بریم و قطعا موفق میشیم با تلاش مدنی. مراقب باشیم از حرکت ما سوء استفاده نکنن، یه عده خشونت طلب نیان جلو و بهانه دستور ندن. من میخوام این نکته ای که خیلی راجع به دین عرض کردم، عزیزانی که میخواهیم در کنار هم به ساحل امن و امان آزادی و دموکراسی برسیم، اونهایی که میآیند در درون ما و به خدا و پیغمبر و ائمه اطهار ناسزا میگن، از خودشونن، برای اینکه خط مقدم جهل مقدس رو تقویت کنن، به اون بسیجی میگن ببین اینا ضد دینن. حالا محکمتر باتون تو بزن، ما باید مراقب باشیم بهانه دست طرف مقابل ندیم. متشکرم. فقط من میخوام یک کوتاه از خانم برومند همینو بپرسم. خانم برومند، به نظر شما این حرف ها چقدر قابل اجرا یا چطور میشه در اعتراضات اینقدر مواظب بود؟ اگه کوتاه بگید ممنون میشم.
به هر حال تا مبارزات آرام باشن و دست خشونت نزنن و مخصوصا خشونتی که کسی از بین بره توش، اونجا از نظر اخلاقی معترضان کاملا دست بالا رو دارن. به محض اینکه خشونت بشه اون وقت مقامات میتونن بهانه بیارن و هر چیزی رو از خودشون بسازن. و اینی که ما میتونیم پیشرفت شده، اینو من باید یادآوری کنم که از سال 2015 که تقریبا 1050 خورده نفر اعدام شدن، پیشرفت خیلی زیاد بوده و این به دلیلش مبارزه منطقی سازمان‌های حقوق بشر بوده و مردم داخل ایران. متشکرم خانم برو، من متاسفانه وقت ما تموم شد. من فقط یادآوری همون کم شدن آمار به خاطر در واقع حذف اعدام بسیاری از در واقع متهمان مواد مخدر هست. و باز هم بگم، یادآوری کنم که بسیاری از معترضان معتقدند که همیشه خشونت از طرف نیروهای حکومتی شروع شده. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.